با شما هستیم امروز در بخش حال شما و امروز صحبتی که داریم. همه ما و شما به میوه خشک دلچسپی داریم و دوست داریم که هم از میوه‌های تازه استفاده کنیم هم از میوه‌های خشک. اما ای که ببینیم کدام از این گزینه‌ها میتونه ارزش غذایی بیشتری داشته باشه و اگر قرار باشه میوه خشک با میوه تازه مقایسه کنیم کدامش باید بیشتر ترجیح بدیم و کدامش میتونه که بر بدن ما مفیدتر باشه. امروز صحبتی داریم با دکتر همایون لودین متخصص تغذیه دقیقاً در رابطه به همین موضوع و اگر شما هم سوالی دارین میتونین سوالات خودتون رو با ما شریک بسازین. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام، صبح شما هم بخیر و ما هم با تمام بیننده خود در صبح عزیز و صبح روشن سلام میگم. خدا کنه که خوش و سرحال باشن. موضوع را یاد کردیم، میخواستم یک پیامی جبتم چون بهار آمد و ما از امیده میگیم که بهار کشور خدا با یک نهال بسیار خوب شروع کنین، بلخواست اگر ما میگیم که مرد و زن همه اعضای یک خانواده است، یک نهال مرد یک نهال زن، بالاخره کشور ما سرسبز میشن و انشاءالله اکسیژن ما پاکتر میشه انشاءالله. خب میوه ها جزء او گروه غذایی هستن که به نحوی هم خشکش و هم تازهش ارزش غذایی خودش داره. اما سوال اینجاست که هفته های قبلی ما در رابطه با کالوری یک صحبتی در این برنامه داشتیم که اگر بیایم صحبت ها را از اینجا آغاز کنیم که از لحاظ کالوری، کالوری میوه خشک زیادتر هست یا کمتر هست یا از میوه تازه؟ در حقیقت میوه برای کالوری کمتر استفاده میشن و زیادترین کالوری یا انرژی را که ما میخواهیم که یک انسان بگیرن او از غذایی که برنج و کچالو و نان است زیادترین او انرژی تهیه میکنن. اما در پالوی انرژی و یا کالوری مهمترین عناصر ویتامین و منرال است که میوه ها سرشار است، که میوه ها سرشار از ناستن. امی که ما شما روز میاییم یک میگن من خسته هستم، خوش هستم، یا میگن نارام هستم، یا روبروی ما شما استاد میشه میگه نام یک نفر یادم رفت، این همه در میوه وجود دارن. اما هم میوه خشک فواید خود دارن و هم میوه تازه فواید خاصی دارن، بلخواسته اهن که برای کمخونی بهترین است موجود است در میوه‌جات. پوتاشیم که برای خوشی قلب است، یک نفر اگر میخواهد که قلبش خوش باشن، خودش خوش باشن، میوه را زیاد استفاده کنن، بهترین وسیله به خاطر دادن پتاسیم است. در حالی که پتاسیم انرژی نیست، اما بدون پتاسیم قلب ما خوش نمیشن، در خون ما ضرورتی مواد غذایی کوچک پوره نمیشن. همچنان ویتامین سی، بهترین موادی که در میوه‌جات وجود دارن او ویتامین سی است که در اکثر سبزیجاتی که ما پخته میکنیم در خانه ویتامین سیش در مقابل حرارت از بین میره. میوه است که بالاخره برای ما شما ویتامین سی میتن، یا مواد انتی اکسیدان، یا مواد زهری، مواد سمی، یا موادی که تسمم ایجاد میکنن در میوه ها وجود دارن. وقتی که غذا گرفته میشن همین میوه مقابله میکنن تا اما خاصیت تسممی مواد دیگه را از بین ببرن و بالاخره یک انسان سلامت بدن. ما شما یک تشویش دیگه هم داریم از کلسترول. مردم میگن که کلسترول زیاد شد یا کم شد، در میوه کلسترول وجود دارن که او را ما کلسترول دوست میگیم یا کلسترول بهتر میگیم یا خوب میگیم. اگر امو زیاد شد خوب است، بعد از بین میبرن. ما میخوایم کلسترول خوب زیاد شود تا پس انرژی بگیریم. خب بیننده ما که بیننده هستن میتونن تماس بگیرن و شما هم جزء از کسانی باشین که شریک بحث ما شد. دکتر سپلودین، بین در رابطه با ارزش میوه تازه میخوایم صحبت داشته باشیم. میوه تازه مهمترین ارزشی که دارن یک ماده به نام فایبر دارن که وقتی که غذا در روده ها تجمع میکنن یا قابل جذب نمیشه. امی میوه نه تنها که خودش خواص خوبتر دارن بلکه به خاطر جذب دیگه مواد زمینه ساز هستن. تمام میوه ها؟ تمام میوه ها، تمام میوه ها. اما هر میوه خاصیتی خاصی دارن. همین علت از وقتی که ما میگیم که میوه، وقتی که ما میخوریم باید میوه متنوع استفاده شود.
ما تا نمی با این مانا که اگر ما 4 کینو میخوریم یک کینو برای 4 نفر بس است. یک کینو برای 4 نفر ویتامین سی مکمل میتن. اگر در یک خانواده خانما تا وقت غذا پخته میکنن، مردا سالات میوه را جور کنن که یک دو تا کینو باشن، یک دو تا کیلا باشن، یک دو تا شفتالو باشن و همچنان یک دو میوه دیگه که ما فعلا در کشور داریم، امو سیب، کلن میده میده شون و یک جاور خورده شون، ما هم ویتامین سی گرفتیم، هم پتاسیم گرفتیم، هم کلسیم که به خاطر رشد استخوان‌ها، به خاطر رشد دندان‌ها و به خاطر هم تمام بدن فایده میکنن و همچنان مادی ما میگیریم که او مواد غذایی زهری را از بین میبرن و مواد مفید را جذب میکنن. یک سوال شاید دست بیننده ما این خلق شود که با آمدن سال نو بخیر میوه ها هم تازه میبراید. یک تعداد کساز میوه غوره استفاده میکنن. ارزش میوه غوره و پخته یکی است یا فرق دارد؟ نه، میوه پخته طبعا معلوم است که مواد غذاییش پختگی رسیده. میوه غوره فقط زیادترین مادی که دارن او ویتامین سی دارن و ویتامین سی معمولا امیر میوه غوره یک نشانی کمخونی است. وقتی که یک نفر خوش دارن که میوه غوره بخورن، این ما در کتاب های تغذی پیکا میگیم. پیکا علامی کمبودی اهن در وجود است. بعضی مردم میوه غوره را خوش دارن، بعضی حتی اما گلی سرشوی میگیرن، بعضی شمی چای میگیرن، بعضی یخ میخورن. اینا کمبود اهن دارن؟ این کمبودی اهن دارن. اگر دلش به او چیزا شد، بفهمن که من کمبودی اهن دارم، من کم خون هستم، فورا یا به دکتر مراجعه کنن و یا میوه را بخورن که او سرشار از اهن هستن. بیشتر که شما یادآوری کردین خستباب همه اهم دارن. یک صحبت دیگه، شما گفتین که بعضی از ویتامین ها در مقابل حرارت از بین میرن. بلکن اون میوه هایی که ویتامین سی دارن یا بقیه ویتامین ها را دارن، وقتی اینا در معرض آفتاب خشک میشن، آیا امکان داره که بعضی از ویتامین های ای از بین بره یا یک ویتامین جدید ایجاد شود؟ بلکل بلکل درست گفتین. ما فقط زیادترین اون حرارتی که از 60-80 سانتیگراد بلند برن به اون حالت ویتامین سی از بین میرن، اما در حرارت عادی یا خشک شدن معمولا ویتامین سی هم از بین میرن. به خاطر گرفتن ویتامین سی باید از میوه تازه استفاده شون. ما باید کاملا جای میوه تازه را برای میوه خشک نتیم، به خاطر که میوه خشک فواید دارن اما در پالویشن بعضی اضرار هم دارن که هموطنان باید خبر باشن، بالخاصه در روزای خوشیشان که یا عید است یا دیگر روزای خوش میاین، اینا باید کلا مصرف میوه خشک مختص نکنن که تنها میوه خشک باشن. نو به این خاطر ما در میوه خشک پتاسیم داریم از بین نمیرن، کلسیم داریم از بین نمیرن، اهن وقت قند از بین نمیرن. میوه خشکی که قندی میوه خشک کم است یا از میوه تازه، یعنی کسایی که مشکل شکر زیادترین در میوه خشک است، پس اونا نباید از میوه خشک استفاده کنن. اونا کمتر استفاده کنن، کسانی که تکالیفی شکر دارن. اهن میگن در میوه هایی که خشک شدن زیادتر میباشن و همچنان قندیاتش وقتی که ما شما یک میوه را میخوریم دادانم شیرین معلوم میشن، میمونه که اما قندیاتش میمانن دیگه، مایعاتش کم میشن. اگر تازه کسی میتونه بخورن 4 دانه میتونن خورده، اما وقتی خوش میشن امور داتا میتونن که بخورن، بخاطر که حجمش کم میشن، اما بخشی شیرینیش زیادتر میمانن. و همین پروسه و یا فرایند هضمش در میده از میوه خشک طولانی تر است؟ بله، ما اگر 30 گزینه در پیشوری ما باشن و گفتن یک نفر پرسان کن که شما میوه تازه است، میوه خشک است و بیسکیت، کلچه و کیکی که فعلا مردم در بازار میخرن، شما کدام ترجیح میدین؟ ما مکمل سر میوه، سر کیک و کلچه و بیسکیت بازاری یک چلیپای کلان کش میکنم، بخاطر که روغنی که در وجود دارن، پخته کردنش و شیوی تهیه کردنش، نگاه کردنش، این همه باعثی بلند بردن امراض مختلف میشن. ما باید گزینه اول بهترین فرصت باید به میوه تازه بتیم. در همه روزای خوشی و که تجلیل میکنیم، روزای عید و همه عیدای کشوری که ما داریم، باید میوه تازه در دسترخوان زیاد باشن. در قدم دوم میوه خشک باشن، بخاطر که اردو دکتر صاحب 30 ثانیه وقت داریم. استفاده از میوه خشک باعث چاقی میشه در فرد؟ بله، میوه تازه هم میتونه که چاقی را به میان میاره، همچنان اگر از 8 الی 10
خسته با مثلا چارمغز و نخود و پسته و بادام زیاد شد تسمم ایجاد میکنه و باعث اسهالات و بدهضمی و سوی هضمی میشن. باید کمتر خورده شود. بسیار تشکر. خوش باشید. تشکر. بسیار تشکر. وقفه میگیریم.